سلام دوستان، من امیر سلامتی هستم. امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به بازی شب مافیا. شب مافیا یه بازی سبک نقش مخفیه که به صورت گروهی انجام میشه برای تعداد بالا، در واقع یک پارتی گیم حساب میشه. این بازی خیلی قدیمی و محبوبه و سالهاست که تو جمعهای خودمونی و در واقع دور همی انجام میشده. به شکلی که معمولا روی تیکه کاغذ نقشه رو مینوشتیم، پخش میکردیم، یه خدایی هم وجود داشت که بازی رو میگردوند. اما حالا شب مافیا تبدیل شده به یک پکیج که نقشه خیلی زیادی داره، کارتای خیلی متنوعی داره، کارتای که روش‌های جدیدی به بازی اضافه می‌کنن و یه سری ابزار که گردوندن بازی رو واسه گرداننده یا خدا راحت‌تر می‌کنه. آیا پکیج خوبیه؟ بازی رو با هم ببینیم، بعد من نظرم راجع بهش بهتون میگم. یکی از بازیکنه توی بازی باید بشه خدا یا گرداننده. گرداننده کارش اینه که مراحل انجام بازی رو کنترل میکنه و در واقع برای رأی گیری اسامی رو یادداشت میکنه و کارهایی از این قبیل. این بازی رقابت بین دو گروه هست. گروه مافیاها که کارتشون قرمز رنگه و از نقش‌های مختلف تشکیل شده. هر نقش خاصیت مشخصی داره که یا در شب، فاز شب فعال میشه و یا در فاز روز که ادامه توضیح میدم. در برابر مافیاها شهروندای عادی هستن که کارتشون به رنگ آبی هست. دقیقاً اونا هم هر کدوم قابلیت‌های مختلفی دارن. قابلیت‌های هر کارت با یه سری آیکون هم مشخص شده. مثلا آیکون یک نشون دهنده اینه که این شخصیت قابلیتش رو فقط یک بار میتونه انجام بده. آیکون روز نشون دهنده اینه که در طول روز میتونه این کار انجام بده. در طول شب قابلیتش رو به تعداد بی‌نهایت و هر چقدر که بخواد میتونه انجام بده و یه سری آیکون‌های دیگه که هر کدوم معنی خاص خودشون رو داره. غیر از این دو تا گروه، دو گروه دیگه هم در بازی هست که به صورت مستقل فعالیت میکنن. یه گروه گرگنما و گروه سندیکا که با رنگ زرد مشخص شدن و شرایط برد هر کدوم هم با هم دیگه متفاوت. در شروع بازی گرداننده تعدادی از کارت‌های قرمز و آبی و احیانا بر اساس سناریو زرد رو با هم قاطی میکنه و بین بازیکن‌ها پخش میکنه. بازیکن‌ها مخفیانه نقش خودشون رو میبینن و بعد از اون بازی شروع میشه. هر نوبت بازی دو فاز داره، فاز شب و فاز روز. در فاز شب همه بازیکن‌ها چشمای خودشون رو می‌بندن و بعد مافیاها چشماشون رو باز می‌کنن و با نگاه کردن و اشاره به هم دیگه یک بازیکن دیگر رو انتخاب می‌کنن که کشته بشه. بعد از اون گرداننده بازی از مافیاها می‌خواد که چشماشون رو ببندن و از نقش‌های دیگه‌ای که توی شب فعالیت می‌کنن می‌خواد که چشماشون رو به ترتیب باز بکنن. بعد از اینکه همه نقشایی که لازم بود فراخوانی شد، فاز شب به پایان میرسه و همه بازیکن‌ها چشماشون رو باز میکنن و روز میشه. در طول روز بازیکن‌ها هر کدوم 30 ثانیه فرصت دارن که صحبت کنن و اگه نظری در رابطه با اینکه چه کسی ممکنه مافیا باشه و چه کسی شهروند با هم دیگه مطرح میکنن. بعد از بحث و صحبتایی که انجام میشه، نوبت به رأی گیری میرسه. بازیکن‌هایی که در فاز صحبت بیشترین اتهام بهشون وارد بشه، یک بار دیگه فرصت دارن از خودشون دفاع کنن و بعد از اون میریم سراغ رأی‌گیری نهایی. به هر بازیکن یکی از این کارت‌های سفید داده میشه و یک ماژیک که نام بازیکنی که به نظرشون مافیا هست رو میتونن روش بنویسن. کارت‌ها رو گرداننده جمع میکنه و در واقع رأی شماری میکنه و بازیکنی که بیشترین رأی آورده اعدام میشه و از بازی خارج میشه. بعد از اون دوباره فاز شب میرسه، بازیکن‌ها همه چشاشون رو می‌بندن، مافیاها چشماشون رو باز می‌کنن، یک نفر رو می‌کشن، باقی نقش‌ها فراخونی میشه و بعد دوباره صبح میشه و بازیکن‌ها شروع می‌کنن صحبت کردن تا زمانی که یکی از دو گروه به شرط پیروزی خودش برسه. شروط پیروزی روی این کارت نوشته شده. مثلا شهروندا در صورت می‌برن که تمام مافیاها کشته بشن و یا در صورتی که فرضاً سندیکا یا گرگنما تو بازی هست، اونام کشته شده باشن. مافیا در صورتی برنده میشه که تعداد مافیاها مساوی یا بیشتر از تعداد شهروندا باشه
و اگه گرگ نما و یا سندیکایی هم تو بازی هست اونا هم به قتل رسیده باشن. و نقش های دیگه هم همینطور، مثلا گرگ نما ها در صورتی برنده میشن، گرگ نما که در واقع یه نفره، در صورتی برنده میشه که حداقل نصف شهر رو به گرگ نما تبدیل کرده باشه، یعنی گاز گرفته باشه و اونا رو هویتشون رو عوض کرده باشه. مافیا و بازی مشابه اون معمولا از جنس گیم پلی نیستن، بیشتر از جنس تجربه، تجربه‌ای که بین آدمایی که دور میز نشستن شکل میگیره بر اساس رابطه‌شون با هم، بر اساس ذهنیتشون نسبت به هم دیگه، بر اساس تاریخچه‌شون و اتفاقات اینچنینی. من از مافیا خوشم نمیومد و سالها هم بود که بازی نکردم، به خاطر اینکه هر بار که ما بازی میکردیم کار به دعوا و جار و جنجال میکشید و بازی هم هی طولانی میشد بدون اینکه در واقع حوصله سربر میشد، بدون اینکه نتیجه خاصی هم حاصل بشه. ولی تجربه که با شب مافیا داشتم خیلی متفاوت بود، خیلی بهم خوش گذشت به چند دلیل. اول از همه اینکه شب مافیا به گرداننده خیلی بها داده توی این بازی. در واقع خدایی که توی بازی هست با کمک ابزارهایی که توی بازی هست، مثل اون دفترچه، مثل اون کارتای راهنما، این باعث میشه که گرداننده بتونه بازی رو بهتر کنترل بکنه و اگه کمی هم تجربه داشته باشه تبدیل میشه به یک گرداننده خوب، یک گرداننده عالی. و واقعا باید بگم که با یک گرداننده خوب این بازی فوق‌العاده است، به خاطر اینکه پر موقعیته، پر اتفاقهای جالبه، چون نقش‌های زیادی هست توی بازی، نقش‌ها هر کدوم قابلیت‌های خاصی دارن و این منجر میشه که بازی تصمیم گیری توش مهم باشه، به خاطر اینکه شما قابلیتی داره نقشتون، قابلیتتون هم نمیتونید همیشه خرج کنین، بعد جاهای خاصی خرجش کنین، تعدادش محدود، یه بار یا دو بار در طول بازی میتونید خرج کنین، پس بعد وایسین که بازی به اون لحظه حساسش که قابلیت شما بیشترین کاربرد رو داره برسه و تصمیم سر این که الان وقتشه یا یک کم دیگه، در واقع تبدیل میشه به یک گیم پلی توی بازی. کم کم سرنخ‌های واقعی به دست میاد، اینکه کی چه حرفی رو چه زمانی زده، کی فلانی رو تایید کرده، کی فلانی رو رد کرده، کی دوتایی با هم رأیشون یکسان بوده، کی رأیشون متفاوت بوده، و کم کم دستتون میاد که آها این داره الان از قابلیتش استفاده میکنه و این حرفو میزنه، این داره بلوف میزنه و همچین قابلیتی نداره و داره قابلیت این نفر دیگه رو کپی میکنه. و حالا تصور کنید که این ویژگی های گیم پلی گونه ترکیب بشه با متا گیم بازی، با اتفاقاتی که بیرون از بازی میفته، اینکه یک نفر رو متهم میکنید و اون از ترسش به تته پته میفته، حتی نمیتونه از خودش دفاع بکنه، یا یه نفر که خیلی محکم راجع به یک موضعی صحبت میکنه و بعد نظر همه رو منعکس میکنه به یک سمت دیگه و بعد معلوم میشه که کلش بلوفی بیش نبوده. تمام این اتفاقات و موقعیت‌های جالب توی این بازی میفته. خب بریم سراغ کیفیت. کیفیت این محصول از نظر من درجه یک. کیفیت جعبه خیلی عالیه، کیفیت کارت‌ها و چاپشون خیلی خوبه، همینطور ماژیک‌هایی که تو جعبه بازی قرار داده شده. اصولاً پکیجینگ این محصول رو من خیلی دوست دارم، نوع اون مقسم یا اینسرتی که داخل جعبه هست که به شما کمک میکنه که تمام اجزای بازی رو سر جاشون راحت بچینین. اصولا یک نوع احترام به مخاطب تو این جعبه بازی دیده میشه که به نظر من خیلی ارزشمنده. و اما از نظر زیبایی، خب به نظر من تصویرسازی این بازی خیلی زیباست. در واقع کاراکترها به خوبی تصویرسازی شدن، یک حسی رو هر کاراکتر از قابلیتش ارائه میده، در واقع اون تصویره هماهنگی خوبی با قابلیت کاراکتر داره، در این حال به سبک خوبی تصویرسازی شده، سبک حالت کومیکای نوار و مثل سین سیتی و غیره. من خیلی میپسندم و به نظرم خیلی به تم بازی نزدیکه، خیلی هماهنگه. غیر از این کار گرافیک هم خیلی فوق‌العاده است، یعنی در واقع آیکونگرافی بازی، آیکون‌هایی که برای هر کار در نظر گرفتن، دفترچه خیلی خوبه، خیلی کامل. دو تا دفترچه توی بازی هست، یک دفترچه مخصوص در واقع راهنمای بازی هست و یک دفترچه شخصیت‌ها هست توی بازی که تک تک شخصیت‌ها رو به تفصیل توضیح داده. خب اینو از بازی شب مافیا، خیلی محاسن داره این محصول، خیلی پکیج ارزشمندی به نظر من. اول از همه به خاطر کمک‌هایی که به گرداننده بازی می‌کنه با ابزاری که توی بازی هست، با اون در واقع جدول، با کمک اون کارت‌های رأی‌گیری، با کمک اون کارت‌های راهنمای شب و روز و غیره. یک گرداننده خوب تو این بازی میتونه تجربه معمولی رو تبدیل کنه به یک تجربه فوق‌العاده. بعد از اون به خاطر نقش‌های متنوعی که توی بازی هست و بالانس نقش‌هایی که وجود داره و حالات متنوعی که این نقش‌ها میتونن با هم دیگه ترکیب بشن که یک در واقع فهم کنم بی‌پایان لذتی که میشه از
ترکیب نقش رو توی این بازی برد. و دیگه اینکه این بازی رو میشه توی تعداد نفرات مختلف بازی کرد. ما اینو تو تعداد پایین 5 نفر امتحان کردیم، خیلی لذت بخش بود و تعداد بالاتر هم همینطور. و خوبیش اینه که به خاطر نوع قوانین فشرده بازی و کمکی که ابزار بازی به روند بازی میکنه، تایم بازی خیلی کوتاه شده. یعنی بازی مثلا 7 8 10 نفره تو تایم یک ساعته میتونه پایان برسه. در کل میتونم بگم خیلی پکیج خوبیه، فقط شاید یکم به نسبت قیمتش بالا به نظر بیاد، اما اگه محتوای بازی رو در نظر بگیریم، تعداد اجزایی که داخل جعبه بازی هست به نظر من کاملا ارزنده است. غیر از این که میشه این محصول رو دونگی تهیه کرد، به خاطر اینکه خیلی خوبه که یک گروه ثابت همیشه با هم بازی کنن و اگه محصول با هم تهیه کنن، احتمال اینکه با هم بشینن و بازی هم بکنن بیشتر میشه. اگه مافیا باز هستین، که پیشنهاد میکنم حتما شب مافیا رو امتحان بکنید، تجربتون رو وارد مراحل و لول جدیدی میکنه. اگرم تا حالا مافیا رو تجربه نکردین و کنجکاو هستین راجع بهش، فکر میکنم شب مافیا میتونه شروع خوبی باشه برای مافیا بازی کردن شما و جمعی که باشون بازی میکنید. در کل پکیج خیلی خوبیه، خیلی پیشنهاد میکنم شب مافیا.